همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ما. یکم بیشتر به ما بگو در مورد این واکنش طالبان که به واسطه این وبسایت منتشر شده. پیش از اینکه به این بپردازم، به نظرم یک از مهمترین نکته ها که در گفته آقای قومی، کاظمی قومی وجود داره یه که یک نوع تقدیس سازی عملیات های انتحاری است. شاید حدود 2-3 هفته از آخرین موردی که اتفاق افتاد در ایران میگذره، حدودی 100 نفر از مردم ایران کشته شد و این حمله حمله انتحاری بود. اما یعنی چی در سطح دیپلمات های جهان اسلام و حتی در میان عالمان دینی در جهان اسلام بسیار به ندرت اتفاق افتاده که کسی از عملیات انتحاری به عنوان عملیات استشهادی یاد کنه، به خاطر که تعبیر دینیش یک نوع تقدیس سازی است. به هر حال المرصاد، رسانه وابسته به استخبارات طالبان، و در این مطلب به 2-3 نکته مهم اشاره کرده. اول گفته که جمهوری اسلامی برخلاف آنچه که اعلام میکنه یا در پروپاگاندای خود میگه که در واقع هوای اسلام را داره، در عمل در پی تضعیف سنی ها و حمایت از شیعیان و در صدد یکی به اصطلاح امپراتوری شیعی در خاورمیانه ایجاد کنه، و این باعث شده یک از دلایل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه و ناامنی در خاورمیانه است. و اگر این سیاست تعدیل شود، امکان این وجود دارد که یک ثبات نسبی در منطقه به وجود بیاید. نکته دومی که اهمیت دارد در این مطلب ای که گفته اگر شما میخواین با اسرائیل بجنگین، چرا خود مستقیم وارد جنگ نمیشین؟ یا از گروه های نیابتی که مستقیما تحت فرمان شماست و شما حمایت میکنه، مثل حزب الله که قوی هم هست، گوش به گوش اسرائیل، دیوار به دیوار، چرا از اونا نمیخواین که مستقیما وارد جنگ شه؟ با آنکه میفهمیم که در ماه های گذشته اسرائیل به انواع مختلف و حزب الله ضربه زده. نکته سومی که مطرح کرده که به نظر من نکته جالبیه ایه که یک از دلایل اصلی کشورهای عربی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به جنگ فلسطین علاقه نشان نمیده، دلیلش هم ای است که ایران یک رابطه تنگاتنگ با حماس داره و این کشورها حتی حاضر است به قیمت رقم خوردن فاجعه که اکنون در غزه شاهدش هستیم، به این قیمت حاضر هستند که در آن حدی که باید دخالت نکنند. همین الان هم رابطه جمهوری اسلامی طالبان در این 2-3 سال اخیر خیلی پیچیده بوده. چقدر اظهارات این چنینی پیچیده تر میکنه این رابطه رو؟ میشه گفت رابطه جمهوری اسلامی و طالبان یک جمع ضدین است. یعنی با وصفی که در ماهیت ضد همدیگر است، همدیگر نقص میکنه، اما به دلیل یک سری مسائل تاکتیکی و منفعت های کوتاه مدت یک اتحادی تاکتیکی انجام دادن. پیش از آقای قومی یک اتفاق دیگه که رخ داد در دسامبر 2022، یک فایل صوتی از سفیر پیشین جمهوری اسلامی در کابل آقای بهادر امینیان منتشر شد که ظاهرا در یک جمع خودی گفته شده بود، و در او فایل گفت که افغانستان تبدیل شده به محل تجمع گروه های بنیادگرای اسلامی مثل القاعده و داعش اینا، و طالبان با اینا در ارتباط است، و در او فایل گفته بود که این یک مصیبت نه تنها برای منطقه که برای ایران، و حالا جدای از اینکه این روایت تاریخی چقدر تفسیرش درسته، گفته بود که در نهایت ما مجبوریم طالبان را مثل مغول ها متمدن کنیم. آقای امینیان جزی از تیم وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود زمانی که فایل منتشر شد. سپاه وارد شد، یعنی عملا تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی در کابل تغییر کرد، از کادرهای وزارت خارجه جای خود داد به اعضای سپاه. میفهمیم کاظمی قومی از اعضای با سابقه سپاه قدس است. امیر رقم معاون آقای قومی در کابل سید حسین مرتضوی که تقریبا بخش زیادی از عملیات های جاسوسی و استخباراتی جمهوری اسلامی را در کابل هدایت میکنه، از اعضای با سابقه سپاه است. بناهن یک سری منافع کوتاه مدت و یک سری تهدیدات مشترک باعث شده که دو نظم سیاسی که در ماهیت عملا در ضدیت با همدیگر قرار داره و همدیگر را نفع میکنه، باعث شده که یک اتحاد تاکتیکی کنه. مسئله داعش است در افغانستان، قدرت گرفتن ولایت خراسان داعش که هم برای طالبان یک تهدید استراتژیکه و هم میفهمیم که در برابر جمهوری اسلامی ایران یک تهدید استراتژیکه. مسئله خصومت جمهوری اسلامی با امریکا و 20 سال جنگ طالبان با امریکا باعث شده که یک نوع همسویی بین اینا ایجاد شود. از مسائل کوچکتر دیگه مثل در مقیاس با ایچی
مسئله مهاجرت، مسئله روابط بازرگانی بین دو کشور و به می ترتیب مسائل مثل آب، اینا باعث شده که یک همسویی تاکتیکی ایجاد شده. اما به نظر نمی رسه که آب این دو گروه بنیادگرای اسلامی، یکی شیعه یکی سنی، سرانجام تا آخر به یک جوی روان باشه. ممنونم از تو خادم کریمی، همکارم اینجا در استودیو.